ویلیام بلیک یکی از بزرگترین شاعرای سده 18 و 19 انگلستان بود. اما اهمیت او نه تنها در اشعارش، بلکه در تصویرسازی‌ها و نقاشی‌های آخرازمانی اونه که بلیک رو به یکی از مهمترین هنرمندهای تاریخ این کشور تبدیل کرد. گزارش کوتاهی ببینیم از نمایشگاهی در موزه تیت که به دوره‌های مختلف کار او پرداخته. ویلیام بلیک قبل از هر چیزی حکاکی یاد گرفته بود و در طول دوران کاریش آثار هنرمندان دیگر رو با تکنیک چاپ بازآفرینی می‌کرد. زمانه او زمانه بسیار پر هرج و مرجی بود. اول جنگ استقلال آمریکا در دهه 1770 و به دنبالش انقلاب فرانسه و جنگ‌های ناپلئون که همه این وقایع در کتاب‌های تذهیب شده بلیک منعکس شده. کتاب‌های مثل پیشگویی اروپا و پیشگویی آمریکا. اینها از معروف‌ترین کتاب‌های بلیک هستند چون ترکیب بسیار نو و منحصر به فردی از متن و تصویرگری هستند. در دهه 1780 همون دوره‌ای که این کتاب‌ها رو خلق می‌کرد، ویلیام بلیک جایی نوشته که هیچ شاعر بزرگی کاملاً مستقل نیست، چون انتشار آثارش بسته به رابطه‌اش با انتشارات هاست. برای همین برای خودش یک دستگاه چاپ دست و پا کرد و تکنیکی جدید برای چاپ تصویر و متن در انداخت. اگر نگاه کنید می‌بینید که حروف متن حروف تایپی نیست. در این حال معلومه که روی قالب‌ها به دستخط خودش حک شده و بعد روی ورق چاپ شده. دور نوشته‌ها هم تصاویری هست که برخلاف تذهیب‌کاری هنرمندان دیگه لزوماً در قسمت بالا یا کنار صفحه نیست، بلکه نقش‌ها دور متن رو گرفته. آزادی پیام غالب کارهای بلیک. در اسطوره‌ها شخصیتی هست به نام اورک که سمبل طغیان و آزادی و معمولاً با شخصیت دیگه‌ای به نام یوریزن که سمبل عقلانیت و قانون مکالمه می‌کنه. تصویر نیوتن که اینجا پشت سر منه میشه گفت که به شکل منفی بازنمایی شده. این دانشمند بزرگ اینجا روی زمین خم شده و با پرگار بر یک ورق مشغول محاسبه و مطالعه یک چیز کوچیکه، در صورتی که به طبیعت بی‌نظیر اطراف و پشت سرش بی‌توجهه. این اثر رو اولین بار بلیک 30 سال پیش از مرگش حکاکی کرد، اما این نسخه‌ای که می‌بینید رو یکی دو روز قبل از مرگش خلق کرده و یکی از کارهایی که خودش خیلی ازش راضی بوده. برای همین باعث تأسفه که این آخرین کارش بوده.